İyi günler arkadaşlar ve part دوم اصطلاحات کاربردی روزمره ترکی استانبولی خیلی خوش اومدید. اصطلاح اول خوش گلدنز، خوش گل دنیز، خوش گلدنز یعنی خوش اومدین، خیلی مؤدبانه است برای شخص سیز شما. خوش گلدنز، بخوام خیلی دوستانه تر و صمیمی تر بگم، میگم خوش گلدن، خوش گلدن، خوش اومدی، خوش گلدن. یک اصطلاح هستش که در جواب خوش گلدن و خوش گلدنز استفاده میشه و ما باید حتما بعد از این اصطلاح اون رو بگیم. میگیم خوش بولدوک، خوش بولدوک، خوش بولدوک، یا خوش بولدوم، خوش بولدوم. جفتش رو میتونیم استفاده بکنیم. توی فارسی معمولا وقتی یکی به ما میگه خوش اومدی میگه مرسی، ممنون، ولی توی ترکی حتما باید این اصطلاح رو بعدش استفاده بکنیم. توی فارسی معادل آنچنانی نداره، ولی خب ما بخوایم معنی بکنیم همون مرسی ممنون میشه، ولی کلمه به کلمه به صورت جدا خودش یه معنی خاصی رو داره که تو ما توی فارسی کلن اون رو نداریم. اصطلاح بعدی سفالار گتیردن. سفالار گتیردن، همون صفا آوردی، معنی بخوام بکنم براتون. سفالار گتیردن، سفالار گتیردنیز. گتیردنیز برای سیز مؤدبانه تر، خیلی صفا آوردین، یه همچین معنی میده. تو فارسی هم داریمش، میگیم سفالار گتیردن یا سفالار گتیردنیز. اصطلاح بعدی خوش چاکال. خوش چاکال، خدافز، خوش چاکال. مؤدبانه تر، محترمانه تر، خوش چاکالن، خوش چاکالن. اصطلاح بعدیمون یه اصطلاحیه که توی گفتنش در مواقعی که قراره بگیم خیلی ها اشتباه میکنن و اشتباه برداشت میکنن و اشتباه معنیش میکنن. امروز با هم خوب یادش میگیریم که دیگه اشتباه نگیم. گله گله، گله گله یعنی به سلامت. گله گله به سلامت. حالا چه موقعی استفاده میشه؟ وقتی که میخوایم خداحافظی بکنیم میگیم گله گله، ولی چه کسی اون رو میتونه بگه؟ اینجا رو دقت بکنید. وقتی که داریم یه جا رو ترک میکنیم، دو نفریم داریم با هم صحبت میکنیم، اون شخصی که اون محیط رو ترک میکنه هیچ وقت از این اصطلاح استفاده نمیکنه. در واقع اون شخصی که اون محیط رو ترک نمیکنه و اونجا وای میسته میتونه بگه گله گله. مثال بزنم براتون. مثلا توی فروشگاه رفتید خرید کردین، فروشنده بعد از اینکه خریدتون رو انجام دادید به شما میگه گله گله. فروشنده چون اون محیط رو ترک نمیکنه، اونجا وای میسته، میتونه به شما بگه گله گله، ولی شما نمیتونید بگید. پس گله گله در زمانی گفته میشه که اون شخص توی اون محیط میمونه و به اون شخصی که محیط رو داره ترک میکنه میگه گله گله. مثلا یکی خونه شما اومده و داره از خونه میره بیرون، بهش میگید گله گله، به همین راحتی. پس یه وقت اشتباه نگید، اون شخصی که داره میره هیچ وقت نمیتونه بگه گله گله. اصطلاح بعدی که خودم به شخص خیلی استفاده میکنم و آخر ویدیوها بهتون میگم گروشوروز. گروشوروز یعنی میبینمت. گروشوروز، میبینمت، میبینمتون. گروشوروز. یه دونه دیگه هم هست به معنی به امید دیدار. به امید دیدار. گروشمک üzere. گروشمک üzere. پس گروشوروز، میبینمت. گروشمک üzere، به امید دیدار. خب اصطلاحاتی که یاد گرفتیم و یه دور دوره کنیم. خوش گلدنز، خوش گلدنز. خوش بولدوک، خوش بولدوک. سفالار گتیردنز، سفالار گتیردنز. گله گله،
Güle güle. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. خب اینم از پارت دوم اصطلاحات کاربردی روزمره در زبان ترکی استانبولی. منتظر پارت بعدی باشید. حتما منو سابسکرایب داشته باشید تا همه ویدیوهای آموزشی رو به موقع بتونید ببینید و هیچ کدوم رو از دست ندید. گروشوروز.